آمار قربانیان کرونا در 323 شهر از 44800 نفر بیشتر است. مراجعه 52750 بیمار کرونایی به 5 بیمارستان از 138 بیمارستان در تهران و جان باختن 1501 نفر از آنها سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز چهارشنبه هفته خرداد 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جان باختگان کرونا در 323 شهر ایران از 44800 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 1610 نفر، در آزربایجان غربی به 1280 نفر، در خوزستان به 3495 نفر در سیستان و بلوچستان به 1420 نفر در قم به 3470 نفر و در لورستان به 1405 نفر رسیده است در تهران شمار قربانیان قطعا از 7300 نفر بیشتر است از اول اسفند تا روز پنجم خرداد به پنج بیمارستان از 138 بیمارستانی که در استان تهران بیمار کرونایی میپذیرند 52570 بیمار کرونایی مراجعه و 1501 نفر از آنها فقط در این پنج بیمارستان جان باخته اند. بیمارستان امام حسین با 25 هزار مراجعه بیمار کرونایی و 779 فوت بیمارستان شهدای گمنام میدان خراسان با 11750 مراجعه و 291 فوت بیمارستان مدرس با 11650 مراجعه و 251 فوت بیمارستان طالقانی با 1170 مراجعه و 85 فوت و بیمارستان سجاد در شهریار تهران با 3000 مراجعه بیمار کرونایی و حداقل 95 فوت ارقام هولناک جانباختگان در تهران در حالی است که استاندار تهران روز گذشته گفت میانگین فوت شدگان کرونا در کشور 8.5 درصد و در استان تهران 3.5 درصد است در شرایطی که بسیاری از کارگزاران رژیم علنا از کمبود تخت و کادر درمانی و الزامات پزشکی شاکی هستند روحانی امروز بار دیگر با وقاحت گفت در ماجرای کرونا ایران در لیست کشورهای موفق در مبارزه با این ویروس خطرناک قرار گرفته. در این حادثه سخت ویروس عالمگیر ما نه دقدقی از لحاظ تخت بیمارستانی داشتیم و نه دقدقی نسبت به تختهای ویژه و آیسیو داشتیم و نه برای تنفس مصنوعی. دیروز معاون دانشگاه علوم پزشکی دسفول با اشاره به ابتلای 60 نفر از پرسنل بیمارستان بزرگ دسفول گفت کادر درمان به شدت تحت فشار هستند. شهرستان دزفول پس از اهواز دارای بیشترین آمار مبتلایان به کرونا در استان خوزستان است. در خوزستان نماینده ویژه وزیر بهداشت مهمترین علت موج جدید کرونا در این استان را بازگشایی مراکز خدماتی عمومی و بازارها و بازگشت مردم به شرایط عادی زندگی بعد از 23 فروردین ماه عنوان کرد و افسود از چهارم اردی بهش ماه به به یکباره متوجه رشد تعداد مبتلایان در استان شدیم و از نیمه اردی به ماه به بعد این تعداد به حدی زیاد شد که خوزستان بعد از تهران ثبت موارد ابتلای جدید را به خود اختصاص داد بر رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت در مرحله مدیریت و کنترل بیماری کرونا در استان قم هستیم و هنوز به مرحله مهار نرسیدیم یک عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر در وزارت بهداشت رژیم گفت از بین بیماران کرونا که به بیمارستان می آیند دوازده درصد و پنجاه درصد بیماران کرونا که به بخش مراقبت های ویژه می آیند فوت می کنند. در مشهد مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گفت مشهد از نظر شیوع کرونا دوباره در وضعیت قرمز قرار گرفته است. این در حالی است که مشهد به وضعیت سفید در حال نزدیک شدن بود اما از روز گذشته مجددا در وضعیت قرمز است در بندراباس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت در صورت ادامه روند ابتلاع کنونی به کرونا در هرمزگان ممکن است از ادامه فعالیت برخی اماکن جلوگیری شود اکنون 28 بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه آی سی یو بستری‌اند یک عضو ستاد کرونا در تهران گفت با توجه به اینکه در حال حاضر اپیدمی کووید 19 در ده استان کشور روند سعودی دارد بازگشایی کسب و کارهای پرخطر بر اساس شاخصهای اپیدمیولوژی بسیار خطرناک بوده و به هیچ وجه قابل دفاع نیست در حالی که کارگزاران و متخصصان رژیم از افزایش ابتلا و جانباختگان در بوشهر صحبت می سرکرده نیروی انتظامی استان بوشهر از اقدامات سرکوبگرانه برای مخفی نگه داشتن آمار واقعی خبر داد و گفت 75 نفر از مدیران کانال ها و سایت ها که اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی درباره ویروس کرونا کرده بودند پلیس فتای استان بوشهر به این مدیران تذکر لازم ارائه کرد با تلاش مأموران پلیس فتای استان بوشهر سی نفر از انتشار دهندگان شایعات در خصوص ویروس کرونا در فضای مجازی استان بوشه شناسایی و تحویل دادسرا شدند. پلیس فتا به صورت 24 ساعته با تشکیل تیم‌های رسد کار بررسی سایت‌ها و فضای مجازی را بر عهده دارد. دبیرخانه شورای ملی مقامت ایران هفتم خرداد 1399